بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. همونجوری که قبلا قول دادم ساعت 3:30 امروز با آقای مهدی مهران نژاد هستیم، دوستی که این کتاب ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران رو نوشتن و چند بار تا حالا ما سوالاتی داشتیم، دوستانی سوال کرده بودن، مصاحبه داشتیم با ایشون، ولی تموم نشد اون سوالات. ما فکر کردیم که یه برنامه دیگه بذاریم و کامل کنیم این صحبت‌ها رو و از ایشون هم ممنونم که لطف کردن، قبول کردن. آقای مهدی خان مهران نژاد، سال نو رو به شما تبریک میگم. یک کمی دوستان شک داشتن که قرن 14 است، قرن 15 است. بالاخره من رفتم خوندم، متوجه شدم قرن 15 درسته. خب بگید ببینیم که این چند روزی که از سال نو گذشته، اوضاع و احوال شما با این بهار سرد، دیروز تگرگ میمد توی این منطقه، چگونه بوده؟ و پس از اون بریم سراغ سوالا. باز هم از شما ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و امیدوارم که سالی و روزهای بهتر در انتظار شما و خانواده شما و خانواده بزرگتون ایران و انسانهای جهان باشه. خیلی ممنون که با ما هستید، بفرمایید، ما گوش میدیم. با عرض سلام و ارادت خدمت حضرت عالی و تجدید مراسم مودت، فرا رسیدن عید سعید نوروز رو خدمت حضرت عالی، خانواده جلیلتون و خانواده 85 میلیونی خودمون تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که سال جدید سال پیروزی و بهروزی، صفا و صمیمیت، سلامتی و فراوانی نعمت برای همه مردم دنیا، خصوصا خانواده 85 میلیونی خودمون باشه. من متقابلا تبریک عرض میکنم خدمت حضرت عالی. من هم امیدوارم و امیدوارم تا زنده هستیم یه چنین روزی رو ببینیم و شاهد باشیم. آقای زنده هستیم آقای سوری. امیدوارم. آقای مهران نژاد، این روزا همه جا میبینیم، مخصوصا اونایی که ادای نخبگان رو در میارن، حالا بذارید اصلا بگیم نخبگان جامعه ایرانی، توی این دور زمان اونا به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هستن، شما از معدود کسانی هستین که به این گروه تعلق ندارید، خیلی هم شجاعانه آمدید و وایسادید و میگید که چرا تعلق ندارید. یه مقداری در این مورد بیشتر توضیح بدید. آقای سوربی، اول سال نو و این چه سوال؟ تو عالم لوتیگری مشتیگری به قول بچه های دروازه قصاخون شیراز، اول پیانو و بعد مستی. خب اینا از قبل مونده بود دیگه، ما همین به همین خاطر دلمون نشد که ول کنیم، همینجوری دست از سر شما برداریم، گفتیم باید ایشون بیاد جواب بده. سوال شروع کنم. بسیار خوب. نه واقعا سوال خیلی خوبی هم هست. اول که اقدام برای سرنگونی هر حکومتی، هر مملکتی، هر تشکیلاتی خلاف قانونه و منشور سازمان ملل متحد مواد 1 و 2 بندهای مختلف تأکید بر حسن همجواری، احترامات متقابل برای ممالک اعضا، کشورهای عضو سازمان ملل متحد، همه باید به قوانین همدیگه احترام بذارن. نه به هیچ وجه پسندیده نیست کسی بخواد اقدام برای سرنگونی جایی. حتی اشکال همه جا هست، ما تو خود آمریکا هم اشکالاتی میبینیم. با یکی از دوستان آمریکایی به شوخی گفتم شماها الان از دیوار کنگره میرید بالا، ما 40 سال پیش از دیوار سفارتخونه رفتیم بالا. این کارا منظور که هست همه جا، ولی نه، اقدام برای سرنگونی کار درستی نیست. این یک. دوم این که من و شمای نوعی عرض میکنم چی کاره هستیم که ده ها هزار مایل و حدود 10,000 کیلومتر اون طرفتر بخوایم تصمیم گیری برای یک مملکت مستقل با 85 میلیون جمعیت بکنیم. اصلا به هیچ وجه این معقول نیست. اما ریشه این نوع تفکر، من باز برمیگردم به عنوان کتاب خودم ماشین تبلیغات و ماشین تبلیغات علیه
انقلاب اسلامی ایران و این علیه رو هم علیه انقلابمون و هم علیه اسلام. یه تفکر بسیار بسیار غلطی برای نخبگان، روشن فکران ما، اصطلاحات من دوست ندارم کلمات فرنگی بکار ببرم، ایلیت و این حرفا، که اگر یک کسی اهل دین و دیانت بود این یعنی عقلش کمه، این نمیفهمه، نادونه. اصولا هر کس که دنبال دین و این چیزا رفت نفهمه، نادونه. و به هیچ وجه اینطوری نیست، اتفاقا برعکسه. من در بین فلاسفه، مثلا فرض فرمایید از اول، از زمان افلاطون و ارسطو که بعداً این موضوع برخورد دیالکتیکی مارکس، تز، آنتیتز، سنتز، به این ترتیبه که افلاطون میاد یه اعتقاداتی داره، اعتقادات افلاطون رو که عنوان مثلا تز داره، ارسطو میاد رد میکنه، یه چیز دیگه آنتیتز ارائه میده و بعدی سنتز، این همینجوری پس و پیش میشه. در فلاسفه من نگاه کردم دیدم دکارت واقعا یه حرف خوبی میزنه. قبل از اینکه صحبتش رو عرض بکنم خدمتتون، در مورد خود دکارت بگم که ایشون فیزیکدان، ریاضیدان، در حدی که ما در ریاضیات محورهای مختصات، محورهای ایکس و وای که داریم، به زبون انگلیسی میگن کارتیژین کوردینتس. کارتیژین هم مال کارته، مال دکارته، از اسم دکارت میاد. دکارت میگه اعتقاد به خدا فطریه در بشر، یعنی اعتقاد به عقلگرایی داره و بعدن دیگران اومدن میگن که نه، عقل در کار نیست بلکه تجربه گراییه. آدمیزاد میاد تجربه میکنه یه کاری رو و در اثر تجربیات به نتایجی میرسه. حالا من وارد این مباحث نمیشم، اینجا بود که اتفاقا در کتابم یکی دو فصل در مورد دین و فلسفه داشتم، بعدا دیدم این خیلی کار رو مشکل میکنه، مطلب رو ثقیل میکنه، باید از این نوع بحث ها پرهیز کرد و اون چه که عامه میتونه راحت بپذیره اونجوری صحبت بکنیم. برابر این صحبت شما که عرض کردم همه در ریشه تبلیغات داره و تبلیغات هم علیه اسلام، به این ترتیبه که میگن اسلام با دین و آزادی مخالفه، یا فرض کنید دین اسلام به زور به ایرانی ها تحمیل شده، اعراب اومدن کتاب های ما را آتیش زدن و ایرانی ها به خاطر مخالفت با اسلام به تشیع روی آوردن، آخوندها مرتجع و متحجر هستند. من با این نوع کلیشه ها به کلی مخالفم، اینجور نیست. از قضا چه دانشمندان غربی، اروپایی، چه شرقی، ریشه علم و دانششون، آغاز کسب علمشون از همین دین و مقدسات و مکتب بوده، مسجد، کلیسا. مثلا در مورد نیوتن گفتن که نوشته های مذهبیش خیلی بیشتر از نوشته های علمیش بوده. بازم وارد این مباحث نمیشم، اما این صحبت هایی که میکنن که آخونده مرتجع متحجر اینا، به هیچ وجه من اینجوری نمیبینم. خیلی آخونده های روشنفکر، آگاه، دانشمند واقعا مطالبی میگن که آدم لذت میبره. بنابراین من نمیام، هیچ وقت نیمدم افراد رو با لباس بخوام تفکیک بکنم و تقسیم بندی بکنم که آخوندا به خاطر که لباسشون چطوری هم، یا مثلا کرواتی ها چطورن، نه اینجوری من نمی کنم. یا مثلا ورمی دارن میگن ابوالعلای معری گفته، ابوالعلای معری هم یک شاعر نابینای عربه که دهری هم هست، ابوالعلای معری گفته هر کس دین داره عقل نداره، هر کس عقل داره دین نداره. من خیلی رفتم دنبال این، دیدم نه این جمله رو نگفته، این جمله تحریف شده است و رندانه، ریاکارانه برمیدارن دست میبرن تو این مطالب که یه جور دیگه به نفع خودشون این مطالب رو مطرح بکنن و اینجوری ارائه بدن. در صورتی که ابوالعلای معری حرفی که زده گفته مردم دو گروه هستن، خردمندانی که دین ندارن و دیندارانی که خرد ندارن.
این مباحث باعث میشه که نه من به هیچ وجه دنبال این نباشم که بخوام برم براندازی و اینا. اتفاقا میگم مشکلات هست، خیلی هم هست، و باید ما دنبال رفع مشکلات باشیم. رفع مشکلات هم راهش این نیست که با هم جنگ و دعوا بکنیم، حتی کی فحاشی به جایی نمیرسه. مثلا فرض کن من مطمئن هستم نظراتی که من دارم و مطالبی که عرض میکنم خوشایند ذائقه خیلی ها نیست. چرا نیست؟ خوبشن فکر بکنه. اگه حرف بدی میزنم بگن آقا اینجا بد گفتی، من به اعتراض دارم، درستش اینه، من مخلصشون هم هستم، میپذیرم، این واقعا دعوا نداره، بشینیم با هم صحبت بکنیم. هیچ کاری با جنگ و دعوا و کتککاری جلو نمیره. حالا تا این حد من جواب شما رو میدم. بسیار ممنونم. اتفاقا شما در رابطه با تغییر رژیم و اینکه کار غیر قانونی است، مخصوصا رژیمی که توی یونایتد نیشن به ثبت رسیده و اینها، ببینید الان این دو روز گذشته آقای جو بایدن خودش رو تو چه آب داغی انداخته که وایت هاوس، کاخ سفید، هی مجبوره بگه نه این منظورش این نبوده، منظورش اون بوده. ولی دوستان همینجوری بی پروا میان میگن. و من به بعضیاشون گفتم خب شما وقتی میگی من اگه اینو بگیرم میکنم بالای تیر چراغ برق، خب اونم تو آخرین تیر اسلحه‌شو خرج شما میکنه و هیچ چیز نیست. ممنونم. من هفته پیش با یه آقای به نام علیرضا نوری مصاحبه کردم راجع به کتاب گویای پاسخ به تاریخ که گویا شاه نوشته. معمولا میدونیم بعضیا وقتی معروف هستن از معروفیتشون استفاده میکنن، دیگران مینویسن و این کار نرمی هم هست. چیزی این کتاب میفرمایید آقای استاد؟ بله، Answer to History یا کتاب پاسخ به تاریخ. سوال من از شما اینه، آیا شاه در کتاب پاسخ به تاریخ حقیقتا به تاریخ پاسخ داده؟ نه، دروغ زیاد گفته توش، دروغ زیاد گفته. ببینید مثلا یکی از دروغاش اینه که میگه که مصدق انگلیسی بود، امینی آمریکایی بود، امام خمینی هم روسی بود. خب کسی که واقعا اینطوری فکر بکنه خیلی پرت از مرحله. شاه آگاهی از اوضاع مملکت نداشت، به هیچ وجه نداشت، حتی اسم خودش رو هم نمیدونست از کجا اومده. افتخار میکنه نام خانوادگی خودش پهلوی که این اسم نمیدونم مال تاریخ فلان، در صورتی که نام خانوادگی پهلوی مال محمود بود، به نام محمود پهلوی، و رضاخان از ایشون قصب کرد و محمود هم غر کرد با این قضیه و دیگه هیچ اسمی برای خودش نگرفت و برای نام خانوادگی همون محمود رو پذیرفت، محمود محمود. ولی شاه همچنین اصرار داره که پهلویه و بعدم جای دیگهش میگه که اصلا همه یک کتاب میگه من داشتم قدرت میگرفتم، غربی ها میخواستن پروبال من رو قیچی بکنن، در صورتی که خودش و پدرش یکی از بالهای فرهنگی مملکت ما رو کنده بود. ما میگم مثلا پروانه تو کجا چه پرواز عقاب‌گونه ای داشتی که کسی بخواد پراتو قیچی بکنه؟ باز من میگم نه، خیلی از این صحبت ها زیاد کرده. یا مثلا فرض بفرمایید که صفحه تو اصلا یه جا پرویز ثابتی بهش قبل از انقلاب، پرویز ثابتی از ساواک بهش گزارشی میده و مسخره میکنه، فحش میده، میگه این گزارش چیه؟ به ما میخواد انقلاب بشه ها، نمیپذیره، به هیچ جای رد میکنه، خودش رد کرده، اینو تو کتابش آورده، مثل این که صفحه 327 نوشتم، نمیدونم کجا، که صفحه 327 رو بیارم. بله، ثابتی در گزارش خود بسیار آگاهانه، مسئولانه و حرفه‌ای اتفاقات جاری و سیر طبیعی وقایع
روز را به شاه گفته بود و صحبتی هم از توطئه علیه شاه در کار نبوده است. خود شاه هم صحبتی از توطئه به میان نیاورده است. ولی با این حال هی میگه علیه من توطئه کرده بودن و غربی ها میخواستن من رو از قدرت بندازن. نه درست زیاد گفته. حقیقت رو ای کاش میمد راستش رو میگفت بابا من اشتباه کردم. اگر اینو میگفت لااقل یه مقدار از مشکلاتش رفع میشد. اردشیر زاهدی اومد یک مقدار حقایقی رو گفت قبل از رفتنش. به همین خاطرم اردشیر زاهدی خیلی بهش بد رفتاری شد و دشنام بهش دادن این آخر عمرش. آقای مهران نژاد، درباره اتفاقات قبل از انقلاب مخصوصا اون روزهای آخر صحبت های زیادی هست. به نظر شما آیا این راسته که جنرال هایزر به ایران رفت تا روند تغییر حکومت شاه به جمهوری اسلامی را به آرامی پیاده کنه؟ دنبال این اون سوال هم هست که اون نشست گوادلوپ و اینا واقعا این بود یا اونا چون دیدن خب این نمیتونه دیگه، من و شما هم باشیم، ببخشید اینو میگم، خب ما این شرکتی که میاد آشغالامونو میبره دیدیم خوب کار انجام نمیده، عوضش کردیم. یه چیز معمولیه، من نمیدونم چرا دوستان ایرانی اینقدر سخت میگیرن، ولی شما چون تحقیق کردین میخوام ببینم نظرتون درباره این جنرال هویزر و اون صحبتایی که ما شنیدیم راجع بهش و رفتارش با ارتشیای ایران بدون ویزا اومدنش اونجا، شاه خبر نداشتنش اونجا، یه مقداری ما رو بیشتر آشنا کنید با. ببینید آقای استوربی، ایران زمان شاه خب در دست آمریکا بود و شاه بدون اجازه آمریکا هیچ کاری نمی‌کرد. همه فرماندهان ارتش نظامی هم همینطور و آمریکا هم می‌خواست ایران رو همینجوری تو دست خودش نگه داره و مسئولیت هایزر هم برای رفتن به ایران این بود که ایران رو توی دست خودش نگه داره. توی کتابش اجازه بدید اگر من اینجا بتونم پیدا کنم که 5 گزینه رو تعیین میکنه. این 5 گزینه ای رو که تعیین میکنه، ببخشید این اشکال از من بوده، باید برای شما میفرستادم این سوالا رو که شما ردیف کنین این صفحات و اینها رو. مثلا من اتفاقا اینها رو همه رو اینجا مرتب دارم که این 5 گزینه ای که تعیین میکنه میگه که اول ما میخوایم شاپور بختیار رو نگه داریم، اگر نشود یک حکومت دیگه بیاریم که تا حدودی بتونه مورد قبول امام خمینی واقع بشه، اگر اون نشود دیگه مجبوریم بذاریم که این انقلاب اسلامی صورت بگیره ولی هنوز هم قدرت دست خودمون باشه، اگر اون نشود دیگه مجبور خواهیم بود که یه حکومت کمونیستی یا اصلا ایران دست کمونیست‌ها بیفته و الی آخر. خب اینا مسلماً پیدا بود که برنامه اینا چیه و امام خمینی هم کاملا آگاه بود از این قضیه و به هیچ ترتیب ایشون روحیش این نبود که با کسی مدارا بکنه، با دشمن ایران کنار بیاد. خیلی آگاهانه هوشیارانه عمل کرد و همه نقشه های آمریکا رو و هایزر رو بر آب کرد و انقلاب هم پیروز شد. و اتفاقا روز 22 بهمن هم من یه جا نوشته بودم، اینو خیلی جالب بود میخواستم براتون بخونم، که روز 22 بهمن حتی برژنسکی بهش تلفن میکنه، رفته بود هایزر برگشته بود از ایران خارج شده، رفته بود اشتوتگارت و روز 21 بهمن تلفن میکنه با هایزر، میگه که نظرت چیه، ما میخوایم دوباره الان برگردی ایران و اونجا قدرت رو به دست بگیری. هایزر تو کتابش میگه هزاران فکر به مغزم رسید از جمله این که چرا وقتی که ایران بودم این سوال رو نکردی. بعد از همه این حرفا وقتی که من جنرال های ایرانی رو تشویق به حرکت میکردم تنها حامی این نظریه در کاخ سفید برژنسکی بود. به هر حال با در نظر گرفتن همه فاکتورها
جوابم را اینگونه دادم و گفتم تحت شرایط زیر برمیگردم. خوب دقت بفرمایید شرایطی رو که در اون لحظه هایزر میگه. میگه یک، مقدار نامحدود پول. دو، خودم ده دوازده ژنرال آمریکایی را انتخاب کنم. سه، 10,000 نفر از بهترین زبدترین نظامیان رو انتخاب بکنم، چون به نظامی های ایران هم اعتمادی نداشتم، و حمایت اخلاقی هم نمیخوام، یعنی هر کاری کردم کسی حق نداره اعتراض بکنه و دیگه نمیخوام عنوان مشاور هم داشته باشم. این شرایط رو تعیین میکنه هایزر و میگه تو کتابش نوشته، میگه یک سکوت نسبتا طولانی پیش آمد و خودم برایشان جواب را دادم. گفتم فکر نمی کنم شماهایی که باهاتون حرف میزنم آماده این کار باشید. مردم آمریکا هم آماده این کار نیستن. بنابراین جواب روشن بود. کار عملی نبود. نه، هایزر رفت که ایران را هنوز هم در دست آمریکا نگه داره و موفق نشد. انقلاب ملت ایران پیروز شد. تمام. خلاص. بسیار ممنون. شما تو صحبتاتون راجع به آقای خمینی صحبت کردین. دفعه قبل هم گفتید که اینایی که میگن آقای خمینی دروغ گفته که ما خانه به اصطلاح اتوبوس مجانی میکنیم گاز و اینا، میگید بعد از اینکه اون آقای چیز گفته بود، حسن نزی اگه اشتباه نکنم، یکی از اونا گفته بود ما به شما آب و برق مجانی میدیم، امیر عباس انتظام، امیر انتظام بله. دولت مرحوم بازرگان، بله بله، شما گفتید که آقای خمینی گفته که به اینها قانع نباشید، ما این اونجوری به اصطلاح خواستید توجیه کنید. حالا توجیه نه، این حقیقت. بله بله، توجیه شما در این که آقای خمینی توی پاریس گفت که من به قم میرم و سیاست رو به دست سیاست مداران میگذارم و به عهد خودش وفا نکرد چیست؟ هم به عهد خودش وفا کرد و هم بنده توجیه نمی کنم، بلکه این حقیقت رو عرض کنم خدمتتون. ایشون بله گفتن که من وقتی بیام به سیاست دخالت نمی کنم. وقتی هم که اومدن دولت موقت تعیین کردن، دست مرحوم بازرگان دادن و خودشون هم تشریف بردن با این هم تمام. بنابراین به عهد خودشون وفا کردن و از قضا اگر دقت فرموده باشید بارها حتما مصاحبه های آقای دکتر منصور فرهنگ رو شما ملاحظه فرمودید. بله بله، ایشون هم توی مصاحبهاشون چندین بار تکرار کردن که امام خمینی از ایشون پرسیده خب تو چی کاره ای، گفته که من استاد دانشگاه هستم، و ایشون آقای خمینی هم به منصور فرهنگ میگه که منم اتفاقا یه طلبه هستم و دوست دارم برگردم برم قم و اونجا به کار طلبگی خودم و تدریس خودم مشغول باشم، و ایشون هم رفت از قضا. این یه شاهد، منصور فرهنگ. دیگری آقای حسن یوسفی اشکبری که مثل اینکه دوره اول هم نماینده مجلس بودن ایشون. بله بله، ایشون همینه که لباس خودش رو چیز کرده دیگه الان، لباس نه آقای حسن. بله بله، ایشون هم مثل اینکه مهمم بودن از این لباس در اومد. بله، ایشون هم من چند بار شنیدم که میگه، یه جا نوشتم اونم بذار دقیقا نقل قول بکنم، که میگه که ایشون لفظ امام به کار نمیبره، میگه خمینی صدیق بود و در پی فریب مردم نبود، بلکه عواقب کار را نمیدانست و که آن را هم هیچ کس نمیدانست. من دقیقا نقل قول کردم از اشتباهی. این کلام کوتاهی که اشتباهی میگه خیلی دقیقه، درسته، واقعا صدیق بود، ولی خب عاقبت کار رو نمی که عاقبت کار رو هم هیچ کس نمیدونه. من و شما هم نمیدونیم هیچ ضمانتی نیست. آقای سوربی اینجا که الان من نشستم سخت فرو نریزه و بنده اسرائیل وقتی که حکم جلب بنده دستش باشه به من ابلاغ نکنه. بله، همه دیدیم، امکانش هست. دیدیم، شاهد بودیم که آمریکا کی فکر میکرد پل پنسیلوانیا بریز پایین. یا در رابطه با آقای منصور فرهنگ، ایشون
هنوز هم مصاحبه های با تلویزیون های مختلف انجام میده. من یکی از افتخارام اینه که دو تا مصاحبه با ایشون انجام دادم و اگه اشتباه نکنم ایشون اولین به اصطلاح سفیر کبیر ایران در سازمان ملل متحد. سفیر نیستن اونا، نماینده چیز میشن، نماینده سازمان ملل، اینجوری نماینده ایران در سازمان ملل. نه شغلشون نمیدونم دقیقاً، ولی من ایشون رو آدم منصفی میدونم. صحبتایی هم که میکنن همین الان هم با تلویزیونای دیگه که مصاحبه میکنن، دوستان اگه نگاه کنید در رابطه با جنگ آمریکا، با افغانستان، با اوکراین، با روسیه، صحبتای آقای منصور فرهنگ به نظر من خیلی دقیقه. آقای مهران نژاد، خب همه میدونم شما هم قبلش هم بعد که کتاب خواستید بنویسید تحقیقات زیادی در مورد انقلاب اسلامی انجام دادید. دیدگاه سفیران غربی را در مورد شاه و انقلاب چگونه دیدید و میبینید؟ سفیر انگلستان آنتونی پارسونز، سفیر آمریکا ویلیام سالیوان کتاب نوشتند. دیگران رو سراغ ندارم کتاب نوشته باشه. بعدها سفیر دوفاکتوی اسرائیل در ایران که یک ایرانیه به نام مئیر ازری، مئیر هم همون تلفظ انگلیسی میگی مایر، فکر میکنم اسپلینگش باشه M-E-Y-E-R، مایر یا مئیر یا مئیر به هر جهت، ایشون هم کتاب نوشته، کتاب خیلی خوبی هم نوشته اتفاقا، خوب از این جهت که اطلاعات بسیار بسیار خوبی به آدم میده در زمینه‌های فرهنگی و چقدر اسرائیل در ایران فعال بوده و چجوری با ساواک همکاری می‌کردن در ایران به هر جهت. ولی آنتونی پارسونز کتابی که نوشته در اونجا برای خداحافظی وقتی که میره شاه رو ببینه واقعا حیرت می‌کنه و ملت ایران رو یک ملت بزرگی میبینه و به شاه میگه من نمیدونستم که ملت ایران یک همچین ملت قدرتمند با غیرت با شرف با عظمتیه و اگر اعلیحضرت همایونی میدونستن که یه همچین ملتی دارن باید حسن استفاده میکردن. و شاه هم اونجوری که پارسونز میگه ظاهراً اظهار پشیمانی میکنه که مثل این که من نشناختم ندونستم و قدر این ملت رو ندونستم. این از دیدگاه پارسونز. و سالیوان هم خوب فهمیدون به خاطر این که سفیر قبل از سالیوان اون چیز بود، CIA بود، ریچارد هلمز اصلا دیدگاهش نوع دیگری بود، اون مال دوره ریچارد نیکسون و ارزم به حضورتون که وزیر امور خارجش بود آقای بگوستم شد چیز تازگی هم راجع به اوکراین حرف زده. آخ هم من هم شما یادتون رفت. بله بله، هنری کسینجر. بله هرمز مال اون دوره بود، اصلا دیدگاه های شکلی دیگری بود. ولی سالیوان قبلا سفیر فیلیپین هم بوده و میدونست توی کشورهای دیکتاتوری رفتارها چجوریه، رابطه ها چطوریه، به طوری که از اون اول که وارد شده بود توی کتابش نوشته میگه مجلس مهمونی ترتیب داده بود و از دولت مردان ایران دعوت کرده بود، یه صحبت های کرده بود و دیده بود اینا همه ساکتن و پیچ پیچ میکنن و راست و حسینی حرف نمیزنن و خلاصه اینجوری گفته بودن که ما هیچ کاره ایم، شاه همه کار است و اینا. و از اون اول شناخته بود که توی مملکت وضع چطوری داره پیش میره و زاویه گرفته بود با کاخ سفید، یعنی برنامه آمریکا این بود و برنامه سفارت و سفیر که ما باید از شاه حمایت بکنیم. ولی سالیوان به اونجا رسیده بود که نه دیگه این جای حمایت نداره، اما کاخ سفید اصرار داشت که باید به حمایت ادامه بدیم و از اونجا بود که زاویه گرفته بودن به طوری که دیگه کارشون به جنگ و دعوای لفظی کشیده بود و حتی پای تلفن با برژنسکی دعوا هم کرده بود. برژنسکی چون لهستانی بود لهجه خارجی هم داشت بدتر از من و اونجا مثل که گفته بود مثل این که میخوای به لهجه لهستانی برات بگم که اینجا چی داره میگذره،
بره سر این دعوایش که کرده بودن که چی میشه، وقتی اومد میدونست که اخراجش هم میکنن، جلو جلو خودش به سایرس ونس مصاحبه صحبت کرده بود و خودش رو بازنشست کرد. یعنی لفظش چی میشه؟ استفاده. بله، کویت استفاده. آقای مهرانجا، شما از هنری کیسینجر صحبت کردی، من دیدم امروز ولی نتونستم به اصطلاح مستندش رو گیر بیارم که هنری کیسینجر یه جورایی مثل که در رابطه با یوکرین و راشا داره میگه که حق با راشان و این کشورهای غربی، they are pushing the luck something like this. نه خب این چون مربوط به بحث کتاب من نیست واردش نمیشم، به خاطر اینکه مباحث دیگری رو مطرح خواهد کرد که اجازه بدیم که وارد اون مقوله نشیم. بسیار خوب، من شما وقتی درست میگی دیگه حرفی نمیشه زد. درست میگی آقا. خیلی ها باور دارن که شاه یک آدم با ایمان و به مذهب شیعه اسلام و اینها خیلی باور داشت، ولی شما تو فصل 9 به دشمنی سلسله پهلوی با اسلام صحبت میکنید، در صورت که حتی رضا خان پدرش هم میگن گل بر سر میمالیده و پیاده میرفته به دیدار نمیدونم حضرت، من خوندم اینا رو که حتی پیاده میرفته به زیارت امام رضا. شما در این مورد یکی دو تا مثال برای ما بزنید، چرا فکر میکنید که پهلوی دشمنی داره با اسلام؟ بله، پیاده مشهد رفتن مال پهلوی ها نیست، مال شاه عباس کبیره. عرضم به حضورتون که کتاب عبدالله مصطفی در این زمینه کتاب خوبیه که فرهنگ ایران رو خیلی قشنگ نشون میده. از جمله صحبت هایی که عبدالله مصطفی میکنه زمان رضا شاه رو داره میگه، میگه که از صفحه 536 جلد 3 میخونم براتون دیگه، حالا درست نظرم نیست، در همین اوقات بود که در اصفهان یکی از خرده افسران که امروز پایه سرتیپی دارد از ریش آخوند فقیر همسایش بدش آمده بود، بدون هیچ مقدمه و تشریفات به وسیله استوار خود آخوند را احضار و ریش او را تراشیده بود، بدون اینکه رؤسای بالادست از این عمل دیوانه وار افسر متعدی مؤاخذه‌ای بکنند یا ترضیه‌ای از آخوند ریش بریده به عمل آورند. ملاحظه فرمود آقای سربی، روال مملکت یه طوری شده بود که باید به دین اسلام بی احترامی کرد، اگر یه آخوندی رو دیدی ریشش رو بدور، و بعدا ازش پرسیده بودن، ببخشید من دیگه تموم نکردم، که پرسیده بودن که چرا این کار کردی، گفته بوده که ریش آخونده اسلحه شونه و من اینا دشمن ما و من دشمن رو خل اصطلاح کردم. این رفتار سلسله پهلوی بود با، میگم، یکی از پایه های اساسی فرهنگی مملکت ما که دین و مقدسات ماست، و آنچنان این بیدینی و اینا رو کردن تو افکار توده مردم که اول برنامه هم فرمودی که نخبگان و روشنفکران همه دنبال سرنگونی. چرا؟ به خاطر اینکه اسم عنوان حکومت مملکت ما هست جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که من همیشه به دین و اسلام و این صحبت ها فقط به عنوان بخشی از سیاست نگاه میکنم. همیشه گفتم و بازم تکرار میکنم که دین و اعتقاد فرد اون چیزی هست که تو قلب خود آدمه و اونم چیزی نیست جز انسانیت، مروت، شرافت انسانی، کرامت انسانی، راستی و درستی، که همه اینا رو من از قضا در شما میبینم و به این دلیل یک بار عرض کردم خدمتتون که من شما رو به عنوان یک آدم متدین به جا میارم. یکی این مورد، یکی دیگه مثلا در همون که جلد سوم کتاب مصطفی صفحه 272 شرح مفصلی میده که چگونه در دوره سلطنت پهلوی حمله به نماز و روزه و محراب و منبر و این چیزا آغاز شده بود. یعنی یه جوری کرده بودن که برای ماه رمضان
توپ افطار و توپ سحر و نیم ساعت زود نیم ساعت دیر هی خرابکاری بکنن که اصلا مردم رو از دین و ایمان بری بکنن. و این کارها رو زیاد میکردن در آخرای سلطنت پهلوی دوم هم همینطور. اگر خاطرتون باشه اون برنامه جشن هنر شیراز که خیلی سر و صدا پا کرد، من خاطرتون هست. خیلی ممنون. ببخشید چادر رو که دیگه از سر زنها کشید و مجلس مسجد گوهرشاد و عرضم به حضورتون که حتی استاندار خراسان اسمشم یادم نیست که با کلاه پهلوی مخالفت کرده بود و اعدامشم کرد. شما تو همین فصل 9 توی صفحات 307 و 308 مطالبی رو راجع به موسیقی اصیل ایران نوشتید، بعدم این موسیقی رو با شعر و ادبیات مربوط میکنید و اگه لطف کنید یه مقدار ارتباط اونها رو برای ما بگید ممنون میشم. همینطور که کراراً عرض کردم خدمتتون، من به تمام انقلاب و مملکت خودمون به صورت یک بسته فرهنگی نگاه میکنم. دین رو از سیاست جدا نمی کنم، سیاست رو از اجتماع جدا نمی کنم، دین و سیاست و اجتماع رو از ادبیات و شعرمون جدا نمی کنم، از موسیقیمون جدا نمی کنم، همه اینا با هم مربوط هستن. در شعر خیلی جالبه که فرمودید ما مثلا بحر طویل داریم، بحر مدید داریم، بحر بسیط داریم، بالاخر یکی هم بحر رجز داریم. رجز خونی اگر شنیده باشید، این بحر رجز، اصلا رجز شعر در شعر فارسی و ادبیات، و همین رجز رو ما در موسیقی هم در دستگاه چهارگاه یه گوشه‌ای داریم به نام گوشه رجز. بنابراین این ادبیات ما، شعر ما در موسیقیمون اینطوری اثر داره. یا مثلا فرض می‌کنم، فکر می‌کنم یک بیت شعری که روز زیاد بحث کردم توی کتابم، بلبل ز شاخ سر به گلبانگ پهلوی میخوان دوش درس مقامات معنوی. این گلبانگ پهلوی علاوه بر این که پهلوی اسم زبان فارسی قدیم هست، پهلوی اسم یک گوشه هم در دستگاه سگاهه و بلبل ز شاخ سر به گلبانگ پهلوی میخوان دوش درس مقامات معنوی. مقامات معنوی دیگه مقام خانی میره تو بحث عرفان و این چیزا که دیگه خیلی عمیق میشه، من واردش نمیشم. ولی همین که شما تذکر اشاره دادید، خیلی ممنونم که این رو فرمودید که همه اینا به هم مربوطه. حتی مثلا فرض برمایید در خود همین روحانیت ما، در دینمون، از قضا خیلی از آواز خونامون از همین حوزه اومدن. مرحوم شجریان مثلا فرض می‌فرمایید قرآن خون بوده، بهترین خواننده است، جای هیچ شکی نداره. من خیلی احترام برای مرحوم شجریان قائل هستم. حتی در قصیده‌ای که آخر کتابم آوردم، حب وطن، در استقبال از قصیده قاآنی که گفتم خوش بود حب وطن در جان در سر داشتن، جان و سر اندر ره جانان دل برداشتن، در ریزش گفتم تار شهنازی نیستان کسایی صوت تاج، با شجریان و قمر اقبال آذر داشتن. تا این حد به شجریان احترام گذاشتن به خاطر موسیقیش، اما به هیچ وجه با دیدگاه سیاسیش موافق نیستم، مخصوصا وقتی که ایشون رو دیدم نشسته کنار دست آقای استاد دانشگاه استنفورد آقای عباس میلانی، واقعا آب پاکی رو دستم ریخت، خیلی متاسف شدم. و این ریشه اختلافات ایشون بوده از چندین سال قبل به این طرف تا فوتش که با دستگاه رادیو و تلویزیون ایران هم همکاری نمی‌کرد. بسیار ممنونم از شما. از موسیقی بیایم بریم سراغ شکنجه. شما توی فصل 10 صفحه 319 به دو مورد شکنجه در زمان شاه اشاره کردید، اگه ممکنه یه مقداری راجع به اونا توضیح بدید. بله، عرضم به حضورتون که
شکنجه که آقای سوری خیلی صحبت زیاد شده، کتاب خیلی نوشته شده و منم اگر اشاره کردم چند جایی که چیزایی که خوندم آوردم، اینم نمیخواستم وارد بشم به خاطر که اینقدر صحبت کردن که دیگه نیازی نبوده من حرفی بزنم، ولی در مدافعات مرحوم بازرگان این کتاب هم مثل این که قبل از انقلاب بله چاپ شده بوده، صفحه 167 ایشون صحبت هایی میکنه، میگه که این جوانان مستقیما در معرض ضربات و صدمات شدید هیئت حاکمه قرار گرفتن، ضربات و صدماتی که در ایام جوانی ما سابقه نداشت. آن وقتا ما مثلا گاهگاه چوب و فلک میدیدیم، اما حالا گلوله و خون را دیده بودن. 16 آذر شوخی نیست، باتوم پاسبانان، باتوم هم غلطه، باتون بیتان، یعنی پاسبانان در تظاهرات خیابانی به سر رویشان خورده و شکنجه های زندانی رژیم، حتی دخترها نیز در این دوران مسئولیت نداشتن. من خودم این زیرشم زیر خط کشیده آندرلاین کرده، خودم در لشکر زرهی خرسی را که در حمام تاریک به سراغ دخترها میفرستادن دیده بودم. فرمودید؟ این رو مرحوم بازرگان گفته. و اما یکی دیگه من از کتاب یادداشت های علم در آوردم، میگه که این مال وقایع 17/2/51 میگه دیدم شاهنشاه خیلی کسل هستند، مقداری از قصه های زمان مصدق که در آن وقت واقعا قصه بود برایشان تعریف کردم که به من در تبعید مصدق چه گذشت و چه فکرها کردم. من جمله مدیر یک روزنامه مصدقی را در مشهد که فکر میکنم نام خوشه یا سنبله داشت و به زن من فحاشی کرده بود، وسیله مرحوم محمد رفیع خان خزائی تربتی که از اقوام من بود در مشهد دزدیدم و محمد رفیع خان او را برای من به بیرجند فرستاد. در بین راه میخ طویله ای به مقعد او فرو کرده بودند که واقعا خیلی باعث ناراحتی من هم از لحاظ انسانی و هم از لحاظ اینکه مبادا بمیرد. بالاخره آنقدر رو نگه داشتم تا معالجه کردم تا مصدق افتاد. شاهنشاه خیلی خندیدند و قدری از وضع کسالت در آمدند. من فکر نمی کنم این واقعه خندداری بوده باشه. البته شاه مصاحبه هم که انجام داد با اون مایک والاس یه جورای اقرار به چیز کرد، به شکنجه، ولی به نظر خودش خیلی هم عاقلانه جواب داد که مثلا یعنی لازمه یه مقدار شکنجه. آقای مهران نژاد، ما همه اون مصاحبه شاه رو دیدیم که میگه من قول میدم حالا دیگه از این به بعد قانون شکنی نشه و اینا. البته بعضیا بعد گفتن این آقای حسین نصر نوشته، شاه خبر نداشته، به دستور فرح بوده. ولی شما توی فصل 10 به اصطلاح تو صفحه 326 میگه اگر شاه و رژیمش درک درستی از فساد، بی‌عدالتی و نارضایتی در جامعه از یک سو و اعتقاد مذهبی مردم از سوی دیگر می‌داشتند، محال بود چنان مقاله‌ای، منظورتون اون مقاله احمد رشیدی مطلق در روزنامه اطلاعات رو انتشار دهد. آیا فکر نمی کنید که امروز هم حکومت درک درستی از این از فساد داخلی نداره؟ البته که اون روز فساد بوده، امروز هم فساد هست. منتها من هیچ وقت این دو تا حکومت رو با هم مقایسه نمی کنم به خاطر اینکه این قیاس محل فارغه. چرا قیاس محل فارغه؟ به خاطر اینکه حکومت پهلوی حکومت دست نشانده بود. ما هیچ وقت در ایران حکومت دست نشانده اجنبی نداشتیم. حتی شاهان بی‌لیاقت و بی‌کفایت قاجار هم دست نشانده نبودن، ضعیف بودن، خیلی هم ضعیف بودن، ولی دست نشانده نبودن. اما در تمام تاریخ چند هزار سال ایران فقط ما دو تا پادشاه داریم که توسط کودتای اجنبی بر ملت ایران تحمیل شدن. این جای تأسفه. بنابراین نه، به هیچ وجه دو تا حکومت رو مقایسه نمی کنم، اما بی عدالتی و ظلم و ستم
و نارسایی در هم هر دو حکومت بوده، الان هم هست متاسفانه. ولی شاه نه درک درستی نداشت، ولی فکر میکنم الان درک خیلی درستی هم دارند. و ولی خوشبختانه در مملکت همونقدر که فساد و خرابی و آدم نادرست هست، خیلی بیشتر هم آدم درستکار و صحیح العمل و دلسوز و جانبرکف هست و مواظبند. و من خیلی امیدوارم مثل اردشیر زاهدی که با شدت و حدت تأکید میکنه که من خیلی به آینده ایران امیدوار هستم، حتی کلمه فرنگی هم به کار میره، یه به قول فرنگی ها من آینده ایران رو خیلی روزی میبینم، خیلی گل و بلبلی میبینم، مثل اینکه ایشون هم طبع شاعری هم داشته که میگه روزی میبینم. ولی این حقیقته، من هم خیلی خوشبین هستم و امیدواریم که زیبایی بر زشتی پیروز بشه. خیلی ممنون. خصوصا این که یک ضرب المثلی هم هست که میگن الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. مملکت با کفر میتونه زندگی بکنه ولی با ظلم نمیتونه کنار. بله، یه آهنگ بسیار قشنگی هم تو همین مورد ساختن، فکر کنم با صدای فرهاد بود. توی همین فصل 10 شما صفحه 332 گفتید که ریشه اساسی وقوع انقلاب دست نشاندگی شاهان پهلوی است. میشه گفت این جمله به این معنیه که اجنبی در وقوع انقلاب دخالتی نداشته؟ در این مورد شما چه توضیح میدید؟ چون خیلی از دوستان هستن، خیلی هاشون میگن کشورهای دیگه، خیلی هاشون میگن حتی افراد دیگه دخالت داشتن، ولی شما میگید به اصطلاح بی‌لیاقتی دو پهلوی بوده. بله، این همه الان عرض کردم خدمتتون که نه، انقلاب ایران انقلاب ملت ایران بود. البته آمریکا خیلی سعی کرد که کنترل انقلاب رو به دست بگیره، عنان اختیار رو در دست بگیره و این رو کانالیزه بکنه. تمام سعی کوشش خودش رو به کار برد و به هیچ وجه موفق نشد. حتی عرض کردم خدمتتون خودش چیز نوشته، جنرال هویزر تو کتابش نوشته، من این کتاب ها رو حتی فارسیاشون هم نخوندم به خاطر اینکه اعتماد به ترجمه ها هم گاهی وقتا ندارم. خودم با دقت خوندم به خاطری که نه تنها وقتی شما یه جمله رو میخونید، کلمات رو میخونید، بلکه باید حال و هوای گوینده رو هم متوجه بشید که این آیا داره راست میگه دروغ میگه، چجوری لابلای کلمات رو باید سبک سنگین بکنید و با دقت حقایق رو درگیرید. حقایق رو اینجوری درآوردم که خیلی سعی کردن که انقلاب رو کنترل بکنن و نتونستن. حتی روز 22 بهمن هم عرض کردم خدمتتون که با هم پای تلفن دارن صحبت میکنن و میخوان لشکرکشی بکنن، دوباره آقای حوزده شما برگرد ایران و یه کودتایی بکنه، میگه که باشه من میرم ولی شرایطم ایناست. و نگاه کردن، همه با هم نگاه کردن و سکوت طولانی برقرار شد و گفت و من خودم دیگه جواب رو دادم، گفتم که نه، شما به هیچ وجه آمادگی ندارید و مردم آمریکا هم یک همچین آمادگی ندارن. غیر مستقیم داره میگه که ما آمادگی برای یک ویتنام دوم نداریم. نه، به هیچ وجه انقلاب به اجنبی مربوط نبود، خیلی سعی کرد که دخالت داشته باشه، ولی الحمدلله همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، ایران با انقلاب اسلامی ایران بعد از 151 سال از تاریخ امضای قرارداد ترکمنچای در سال 1828 استقلال کامل خودش رو به دست آورد و این مایه افتخار ما ایرانیان است. بسیار ممنون. تو فصل 10 شما درباره اون سفر آقای خمینی از پاریس به ایران که ازشون سوال کردن چه احساسی دارید و ایشون گفت هیچ، یه مقداری صحبت کنید و نمیخوام بگم اون رو توجیه کنید، نظرتون در اون مورد چی هست؟ نه، خیلی روشنه. وقتی که امام خمینی داره میاد ایران، شما عنایت بفرمایید، اون موقع وقتی بود که بختیار گفته بود که من راه ها رو میبندم، هواپیما رو نمیذارم بشینه، فرودگاه ها رو میبندم. حتی توی یک جلسه
شورای عالی امنیت هم یه بار من دیدم بعدن مثل این که این نوار رو هم از روی اینترنت برداشتن که یک ساعت دارن مصاحبه میکنن که هواپیما ربایی بکنن یا هواپیما رو منفجر بکنن یا هواپیما رو برن یه جا دیگه بنشونن، خیلی کارهای خطرناکی میخواستن بکنن و در اون احوالات که دل تو دل کسی نیست خبرنگار ازشون پرسید خب تو چه حالی داری؟ ایشون باید بگه که مثلا من دلم تنگ دختر خالم شده، دلم تنگ یا مثلا دل اصلا صحبت دلتنگی نیست، بلکه صحبت از ترس و وحشت و دلهوره و اضطرابه که چه حالی داری؟ من هیچ ترس و وحشت و اضطرابی ندارم، منتها به جایی که یک کلم تعدادی کلمات طولانی پشت سرم شده یک کلمه هیچ. و من واقعا این رو صادقانه، صمیمانه، شجاعانه و در نهایت مردانگی میبینم. ممنونم از شما. در صفحه 335 باز راجع به همین بنژنسکی و سالیوان اگه یه مقدار بیشتر توضیح بدین، چون نظر او رو برای اجرای یک کودتا پرسیدن، در این مورد شما چی میگین؟ ضمناً شما میگید که یکی از اینا گفته من این مقام رو نمیخوام، حالا اون پول بی حد و حصر رو نمیدونم 10,000 نفر رو، بعد گفته ضمناً نمیخوام به عنوان مشاور چیز شناخته بشم. دنبال چه مقامی بوده؟ کی دنبال چه مقامی بوده؟ اون هویزر وقتی که گفتید اون بود که طرح کودتا رو گفته بود اینقدر به هم پول بدید، 10,000 نفر بدید، حتی به ارتشی های ایران اطمینان نکرده. درست متوجه شدم یا همین سالیوان بوده؟ نه چیز هویزر میگه من این چیزها رو میخوام، باشه میرم ایران کودتا بکنم، ولی کن چیز میکنم، ولی این امکانات رو میخوام در اختیارم قرار بدید که برم اونجا بزنم و بکوبم و اون کاری که میخواید بکنم. اینا رو هویزر میگه و توی کاخ سفید هم برژنسکی اینا نشستن به هم نگاه میکنن، میبینن که نه اینجوری ما نمیتونیم، قبول نکردن و دیگه مسئله منتفی شد. بله، ولی تو صحبتاتون شما گفته من دیگه نمیخوام مثلا به عنوان مشاور یا منظورش اینه که تا الان مثلا من مینشستم اینجا هر روز باید گزارش تهیه بکنم که امروز این کارو کردم، یا مثلا شما به من دستور بدید چیکار بکنم فلان، دیگه الان من دستور بگیرم و مشاوره بدم و فلان بکنم اینا نیستم. بنده اینجا فرمانده خواهم بود، یه جنرال خواهم بود، خودم دستور میدم، به کسی هم از کسی هم دستور نمیگیرم، خودم میزنم و میکوبم و میرم جلو. آها، من برام این سو تفاهم پیش اومده بود که این گفته خب من میرم اونجا این کارا رو میکنم دیگه، حکومتم مال من، حالا اس شهر چی میخوان بذاری بذار. نه منظورتون اینه که ایشون بشه شاه؟ دقیقاً جنرال کینگ جنرال وادبر. آقای سام نریمان سوال میکنن یا نظر دادن روی فیسبوک که چرا دیکتاتورها کودن میشوند و آخرین نفری هستن که متوجه حقیقت میشوند. ایشون یه چیزی نوشته، رستم شجاعی، خیلی طولانی نوشته رستم شجاعی. هر عاقلی چه از روسیه و چه از ایران و هر جای جهان میدونه، فکر کنم نقل قول از ایشون کرده، میدونست که حمله پوتین خب این یه بحث جداست، ولی کلیه. آقای مهران نژاد، این حالا یه سوال، شما اگه خواستید کوتاه جواب بدید، واقعا چرا اینا اینقدر خودخواه میشن که خطر رو حالا جلو چشمشون زیر دماغشون نمیبینن؟ کاری ندارم کدوم دیکتاتورا، ولی کلا این مطلب خیلی درسته. بله. اصلا از درست هم درست‌تره. بله. اول برنامه عرض کردم که شما سوالتون به قول بچهای دروازه هست، اونه اول پیاله و بدمستی. اگه اول پیاله بدمستی باشه دیگه آخر پیاله دیگه چه عرض کنم؟ بله بدمستی میاره. بسیار ممنون از شما. دوستان عزیز، من آدرس آقای مهدی مهران نژاد رو روی فیسبوکشون نوشتم. آقای مهران نژاد، اگه بتونید با فیسبوک یه برنامه چیز بذارید که اسمتون بیاد بعد از اون facebook.com، نه این پروفایل و شماره و اینها، درصد اونجوری ساده تره، ولی اسم شما خیلی راحته، به هیچ وجه هیچ کی هم نمیتونه اشتباهی حتی اسپل کنه، هر کی بخواد میتونه پیدا کنه، اگه خواستن با شما تماس بگیرن، اگه نه من اینجا هم شماره تلفن نوشتم هم ایمیل آدرس گذاشتم، میتونن تماس بگیرن. ولی باز اینو گوشزد میکنم و من
باور کنید تازه دیروز فهمیدم که چرا شما میگید اگه کسی کتابو نخونده باشه من اصلا نه حوصله مناظره باش دارم، نمیخوام وقت اونو وقت خودمو تلف کنم. چون الان واقعا این فضای مجازی و این برنامه‌های تلویزیونی که من میبینم، میبینم طرف مثل که داشته رد میشده، ما میخندیدیم اون وقتا، طرف زنگ میزد میگفت ببخشید برنامه راجع به چیه، من یه سوال دارم. خب اقلا بشین 2 دقیقه 5 دقیقه، ولی شما راحت کردین، بگی اگه کسی کتاب نخونده من صحبتی ندارم، کتاب اگه خوندید اون وقت بیاین با هم صحبت کنیم. ممنونم از شما. برگردیم باز به این ماجراهای دولت کارتر، صحبتایی که میشه، فوشایی که ایرانی‌ها به کارتر میدن. بیچاره اومده بود برای بوک ساینینگ توی کالیفرنیا، چه حرکت زشتی ایرانی‌ها باهاش انجام دادن، ولی شما میگید که دولت کارتر تا این حد از وقوع انقلاب به اصطلاح بی اطلاع بود، ولی مخالفین اونا میگن که به اصطلاح همه این فتنه و آشوب‌ها زیر سر آمریکا و کارتر بود. شما چه جوابی برای اونها دارید؟ نه خیلی اشتباه میکنم، من اتفاقا تو کتابم با دقت تمام تاریخ ها رو مرتب آوردم، از لحظه ای که از آخر حکومت هویدا سال 1356 که جمشید بازرگان نخست وزیر شد، بعد آبان 56 شاه اومد آمریکا، 10 دی کارتر رفت ایران، 17 دی اون مقاله توهین‌آمیز در روزنامه اطلاعات نوشته شد، حتی به روزنامه کیهان هم داده بودن، روزنامه کیهان گفت نه 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 ما اینو چاپ نمی کنیم، که نکرد ولی اطلاعات چاپ کرد. روز 19 دی 2 روز بعدش قیام خونین مردم قم، و 15 شهریور سال بعد پایان نخست وزیری جمشید آموزگار و اول شریف امامی، 12 روز بعد از شریف امامی قیام خونین جمعه سیاه در میدون ژاله که بعداً به میدون شهدا تغییر نام پیدا کرد، بعد 6 مهر 1357 گزارش آژانس اطلاعاتی وزارت دفاع آمریکا میگه انتظار میرود شاه تا 10 سال دیگر در قدرت فعال باقی بماند. این از کتاب The Eagle and the Lion James Will آوردم، کتابش اینجا هست. عرضم به حضورتون که 14 آبان 57 پایان نخست وزیری شریف امامی، همون روزی که شاه میگه من نیز پیام انقلاب ملت ایران را شنیدم. چرا نگو من پیام توطئه شنیدم یا مردم دروغ میگن، این شعر رو برای درست کردن، نه نپذیرید شما. و اگرم کسی گفت اینا تاریخاش هست، من با دقت تو کتابم آوردم، به هیچ ترتیب اینجوری نیست. و ازهاری هم اومد هول هوش همین تاریخ، ازهاری نظر سالیون رو خواسته بود و ببخشید هول هوش همین تاریخ وزیر امور خارجه خواسته بود، او جواب داد سرنوشت ما آن است که با شاه همکاری بکنیم، سالیون گفته بوده. اما چند روز بعد سالیون نظرش رو تغییر داده که تغییر نظر سالیون باعث آتش فشان برنامه سیاسی در واشنگتن شده بود. از اینجاست که گفتم زاویه پیدا کردن. سالیون گفته بود ترجیح میداد که مملکت رو ترک کند تا اینکه یک رفراندوم برای محبوبیت حکومت شاه بگذارد. شاه گفته بود نه به هیچ وجه من رفراندوم قبول نمی کنم، ترجیح میدم که برم. یعنی از رفتنش از همون زمان خودش فهمیده بود که مثل اینکه کار بیخ پیدا کرده، این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست. هم شاه فهمیده بود هم اربابش فهمیده بود که دیگر آن روزگاران را سر آمد، رژیم پهلوی از پادر آمد، بزن در رو دیگر دو عمرش به سر شد، هماوردت کنون یک شیر نر شد. اینو توی شعر دیگه ای آوردم آقای سوربی که 20 سال پیش براتون خونده بودم، منتها این آف تو دیتش کردم که سر فرصت و حوصله دیگر انشالله اون شعر رو براتون بخونم. نه من تاریخ ها رو مرتب نوشتم، به هیچ وجه گزارشات مختلفی هست از دیفنس اینتلیجنس ایجنسی، ارزم به حضورت که گزارش های رسمی آمریکا، گزارش های CIA که همه اینا میگن که نه اثری از آثار انقلاب و این حرفا نیست، تا کم کم دوزاریشون حدود 1-2 ماه قبل از انقلاب افتاده بود که مثل این که این کار بیخ داره ریشه داره.
بله من دو بار با آقای فریدون هویدا، میدونید همینجا همسایه‌مون بودن، فرفکس استیشن، دو بار با ایشون تلفنی صحبت کردم و در رابطه با شاه و رفراندوم. خیلی جالبه، به نظر میاد شاه اون اواخر نظرش عوض شده بوده. حتی وقتی که آقای فریدون هویدا تو هواپیما داشته میمده اینجا، بهش میگه که صحبت کن ببین ما هم میتونیم مثل فرناندو اسپانیا کجا بوده که یه رفراندومی انجام بدیم و حالا یا خودمون یا پسرمون اینها. بعد آقای فریدون هویدا به من گفت که 3 روز گذشت و من جوابی به شاه ندادم، شاه دوباره به من زنگ زد و اون موقع بهش گفتم که به اصطلاح دیر شده برای این کار. اگه این تاریخ ها رو بعدن چیز کنیم با سفر فریدون هویدا، شاید به این نتیجه برسیم که خود شاه هم حس کرده بود که به اصطلاح دیگه اون چیزایی که اونا گفتن 10 سال و فلان اینا نیست، همون فلبدایه باید یک کاری انجام میداده. ولی برگردیم به این موضوع که اگه آمریکا در به وجود آوردن انقلاب کاری نبوده، پس چرا بعد از انقلاب جنگ 8 ساله به پا شد که هم آمریکا هم اسرائیل با فروش اسلحه به حد اکثر منافع برسن؟ اون ماجرای ریگان، اسلحه طلایی، نمیدونم کیک زرد، این چیزا به اصطلاح داستاناش هست دیگه. عرضم به حضورتون آقای سوربی، یه وقتاییه که آدم خودش رو ناخودآگاه فریب میده. براتون اول یه مثال بزنم، اگر بیرون بارون بیاد من برم بیرون خیس میشم، ولی این دلیل نمیشه که هر وقت خیس بشم بارون اومده. به عبارت دیگر ما گاهی وقتا بدونه که خودمون متوجه باشیم جای علت و معلول رو عوض میکنیم. خوب دقت بفرمایید، علت و معلول. این که آمریکا و اسرائیل از جنگ 8 ساله ایران را نفع بردن شکی نیست، اما دلیلش این نیست که اونها انقلاب درست کردن که ازش منافع برن. برعکس، چون انقلاب شد به واسطه انقلاب اونها بله منافع بردن و خیلی هم منافع بردن، به خاطرش که 8 سال ما رو به هم انداختن، هم نیروهای انسانی ما رو گرفتن، هم منابع زیادی رو از بین بردن و هم خودشون منافع بردن. بله اینا درسته، ولی دلیل نمیشه که انقلاب رو اونا به پا کرد. یکی دیگه از چیزهایی که نقطه عطف بوده این ماجرای اجلاس گوادلوب بود، شما نظرتون در اون مورد چیه؟ گوادلوب هم همون داستانش همونه که وقتی دیدن شاه دیگه کارش تمومه، یعنی وقتی که بختیار رو آورد، اتفاقا اینا رو من تو کتابم نوشتم، بختیار خیلی جالب بود و من متاسفم که میگیرم این کلمه نخبگان که شما به کار بردید، روشنفکران، گاهی مثلا میگن زنده یاد بختیار. من البته کسی توهین نمیکنم، چه زنده چه مرده، ولی خب زنده یاد برای یک شخصیتی که قابل احترام باشه. بختیار کسی نبود که آدم براش شخصیت قائل باشه، به خاطر اینکه هم با انگلیسا بود، هم با آمریکایی‌ها بود، هم با جبهه ملی بود، با فرانسه، هم با صدام حسین بود، با همه کس بود الا با نمیدونم چی، با فرانسه. بله، جزو اون ملیشیای فرانسه هم جنگیده بود. بعدم 5 روز بعد از اون داستان توی تاریخ 37 روزه این ماجرا و اینها پیدا نیست، اینها رفته بودن عراق که بعدن اون آقای دکتر رزبجو و اون آقای خادم و اینها با اون کیفای پول که اونم یه لکه ننگی در حکومت موقت یا حکومت بختیار بود. خب برگردیم باز به موضوعی که شما یه دفاع خاصی از تشیع میکنید. چه جوابی دارید برای اونایی که آخوندهای شیعه رو جیرخور بریتانیا میدونن؟ حتی عکسایی هست که اینا رفته بودن اونجا به اصطلاح بس نشسته بودن و اینها، حتی داستانهایی هست که این آشای نظری و اینها توی حیات به اصطلاح کنسولگری انگلستان و اینا بوده. کلن چجوری شما این دوتا رو جدا میکنید از هم؟ انگلستان رابطهش با ایران رابطه خیلی نزدیکش از زمان فتح علی شاه شروع میشه که سر جان مالکوم سفیر انگلیس میاد در ایران و یه چیزی که متوجه میشه از همون زمان فتح علی شاه و جنگ های دو دوره جنگ ایران و روس،
که علاوه بر دستگاه سلطنت پادشاه در ایران یک دستگاه نیرومند دیگری هم وجود داره و اون دستگاه تشیعه. از اونجا متوجه میشن. جالب این که حدود 300 سال پیش، یعنی در زمانی که شاه سلطان حسین از افغان محمود افغان اشرف افغان شکست میخوره، همون زمان یک عده از شیعیان نیشابور مهاجرت میکنن به هندوستان و یه منطقه بوده در هندوستان که اتفاقا شیعه نشین بوده و شیعیان اونجا قدرتی میگیرن و برای خودشون یه حکومتی تشکیل میدن. من این صحبت ها رو آوردم تو کتابم و شیعیان اونجا قدرت دارن. انگلیس ها میان در ایران نگاه میکنن، میرن ایران هم شیعیان قدرت دارن. بعدن در زمان مظفرالدین شاه سفیر انگلیس نگاه میکنه، اینو محمود تو کتابش کتاب 8 جلدی تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس، تو این کتاب 8 جلدیش این مطالب رو مفصل آورده و دیگه زیاد دنبالش نرفته که ببینه داستان این شیعیان هندوستان چیه. این شیعیان هندوستان که قدرت دارن موقوفهی درست میکنن که اموال منافع موقوفه رو بفرستن برای روحانیون در کربلا و نجف و مرتب اینو میفرستادن تا اینکه بعدها هندوستان هم میشه مستعمره انگلستان. چون میشه مستعمره انگلستان، نظارت بر این موقوفه رو انگلیسا در دست میگیرن، به خاطری که دیگه هندوستان از خودش استقلالی نداشته. چون نظارت موقوفه شیعیان در دست انگلیسا قرار میگیره، این حرف رو درست میکنن و بر اساس گفته های محمود که بعداً چیزم برده این اسماعیل رائین در کتاب فراماسونریش هم آورده، همون صحبت های گفته های محمود رو بیاره و یک همچین توهمی ایجاد میکنن که انگلیس ها دارن به روحانیون شیعه پول میدن، در صورتی که پول خود شیعیانه دارن میگیرن به شیعیان میدن. دقیقا این مطلب رو یکی از بچه ها اخیراً گفتش که اوباما به آخوندا رشوه داد که گروگانا رو آزاد کنن. گفتم 3 تا دروغ توی جمله گفتی. اول آن که رشوه نداد، پول خود ایران بود، داد به خود ایرانی ها. دومی که به آخوندام نداد، به ایران داد. سومی که گروگان هم نبودن، جاسوس بودن. گفتم طرف آخوندایی، گفتم دروغات شد 4 تا. به منم تهمت زدی. آقای مهران‌نژاد، معمولا اول مصاحبه با نویسندگان و اینها ما این سوالو میپرسیم که انگیزه شما برای نوشتن یک چنین کتاب بحث برانگیزی چی بوده؟ شما خیلی آگاهانه و هوشیارانه اتفاقا این سوال رو الان مطرح میکنید که خوب که همه صحبتامو کردم، دقیقا الان روشن میشه که چرا این کتاب میشه. به خاطر اینکه یک ماشین تبلیغاتی هست که هموطنان عزیز من رو که همشون خواهران و برادران ما هستن، همینا که الان نشستان دارن نگاه میکنن و احتمالاً شما فرمودید که بعد و بیرا هم میگن، هیچ اشکال نداره، اینا خواهرای من هستن، برادرای من هستن، عزیزان و هموطنان ما هستن و فریب خوردن و گمراه شدن. اینا رو بعد یه جوری آدم از گمراهی در بیاره. نهایتش میگن من گمراهم. بسیار خوب، من رو از گمراهی بیارید بیرون، دعوا نداریم که. آقای سوربی، اگر من اشتباه میگم شمای سوربی من رو آگاه بکن، اینکه دعوا نداره. بله. نظر من اینه که یک ماشین تبلیغات داره مرتب سمومات وارد این مغز ما میکنه. خب من آخرین سوالم از شما میپرسم، خود میدونید مصاحبه با شما خیلی سخته، نمیذاریم تموم کنیم بریم، همینجوری ادامه پیدا میکنه. شما خودتون این عنوان ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران رو انتخاب کردید یا اینکه با دیگران مشورت کردید و به این نتیجه رسیدید؟ یا اینکه از جمهوری اسلامی پول گرفتیم؟
خوب سوالای جالب میکنی امروز آقای سوربی. عرضم به حضورت که اتفاقا من یک سال روش فکر کردم که چی میخوام بنویسم، حرف حسابت چیه، خودم رو محاکمه کردم. حالا شما میفرمایید که من رو روی صندلی داغ میذارید استنتاق میکنید و خودم رو استنتاق کردم، بودم حرف حسابت چیه، با کی میخوای صحبت کنی، چی میخوای بگی. و یه جوری هم نوشتم که هم مردم معمول و عامه بتونن درک بکنن و هم اگر یک دانشمندی آگاهی خواست مطالب من رو زیر سوال ببره، استنادات، منابع، مآخذ نشونش بدم که من این مطالب رو از اینجا درآوردم. بنابراین همه توده رو در نظر گرفتم و فکرامو کردم و دقیقا پیش خودم گفتم چی میخوای بگی و دیدم روی سخن من و توجه من به این ماشین تبلیغاتیه که داره افکار مردم رو خراب میکنه. معنیش این نیست که جاهای دیگه ماشین تبلیغات ندارن، چرا، اتفاقا جمهوری اسلامی ایران هم خودش برای خودش ماشین تبلیغات داره، ولی من فکر میکنم یک وضعی در ایران که کسی گوش به حرف ماشین تبلیغات جمهوری اسلامی نمیده. اخیرا اتفاقا این هفته پیش تلفن کردم با یکی از اقوام بسیار عزیز و نزدیک خودم، تبریک عید و اینا صحبت بکنم، داشتم حرف میزدم، من که رادیو گوش نمیدم، گفتم تلویزیون، گفتم من که تلویزیون نگاه نمیکنم. داشتم صحبت میکردم که برنامه آقای رئیسی، رئیسی کیه اصلا، رئیس جمهور مملکت رو نمیشناسه. این منظورم ماشین تبلیغات جمهوری اسلامی. ولی خب ماشین تبلیغاتی که علیه انقلاب اسلامی ایران 43 ساله داره فعالیت میکنه خیلی نیرومند عمل کرد. بله، ممنونم از شما. اجازه بدید من تشکر کنم از این آقای سام نریمان که این چیزی که نوشتن یه پاراگراف آخرش خیلی جالبه، من اینو بعداً پیدا میکنم یا ازشون میپرسم اینو از کجا آوردن برای شما میفرستم، که میگه دیکتاتورها هم نوعی قربانیان اجتماع عقب مانده هستن و آخرین کسانی هستن که میتوانن بفهمن تا به کجا بیراه رفتن و دیگر راه و فرصت بازگشت پیدا نمیکنن. من ممنونم از شما، اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه اجازه بدید من تشکر کنم از اینکه چندین بار دعوت ما رو پذیرفتید و آمدید به سوالایی که داشتیم جواب دادید. از دوستان هم میخوام که اگر سوالی دارن بنویسن و با شما مستقیما تماس بگیرن یا با تلویزیون مردم هم برای شما میفرستن. یک دنیا ممنون که از من دعوت فرمودید، خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید به عنوان هدیه ناقابل و عیدی خدمت حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان محترم برنامه‌تون غزلی تقدیمتون بکنم. خوشحال میشیم، بفرمایید. شبی طوفانی و سرد و ملالت بار بود، تگرگ و سود و سرما زینت گلزار بود، ز یخبندان و باران و ز بوران و ز برف، زمین چون نو عروسی پرده بر رخسار بود. نه نیروی قدم برداشتن از جای خود، نه جای شکوه و نالیدن و گفتار بود. در آن خاموشی و سرما به ناگه ناله ای، چو دودی از دلی اندر پس دیوار بود. یتیمی، کودکی، پیراهنی پاره به تن، به جانش مهر درد و سوزش آزار بود. زرنجوری و رنگ زرد و ضعف و لرزه اش، تو گویی پیش از اینها ساعت افطار بود. ز یک سو جای چنگال برودت در بدن، ز سوی بی‌نوایی عقرب جرار بود. سیاهی رفته چشمانم از این ظلم عظیم، که دردانه بر احوال خود نه مختار بود، که دردانه نه بر احوال خود مختار بود. چگونه این همه بیرحمی و نامردمی؟ چرا کار کدامین دشمن قدار بود؟ کشیدم نعره خشم و بگفتم یا رب این کجایش لطف و عدل قادر دادار بود؟ چرا فکری نکردی بهر او این نیمه شب؟
چرا جانش به دست ظالم و جبار بود؟ ندا آمد عطا خاموش و بنگر لحظه ای. ندا آمد عطا خاموش و بنگر لحظه ای. تو را خلقت برای رفع این دشوار بود. عطا خلقت برای رفع این دشوار. عطا اسم شماست دیگه؟ نه؟ تخلص منه. بله، بسیار ممنونم از شما. بازم برای شما سالی خوب آرزو میکنیم. امیدوارم که این آمدن بهار واقعا بهار شادی باشه برای همه انسانهای خوب جهان. خیلی ممنون که با ما بودید. متشکرم. دوتا زیاد ممنون از شما. دوستان عزیز، با آقای مهدی مهران نژاد بودیم در طی برنامه. آدرس فیسبوک ایشون رو من گذاشتم، ولی ساده از facebook.com اونجا که میرید اسم ایشون رو بنویسید، مهدی مهران نژاد، میتونید باهاشون مستقیما در تماس باشید. از دوستمون آقای سام نریمان خواهش می‌کنم این نوشته رو کامل اگه میتونن برای من بفرستن، خیلی جالبه. دیکتاتورها اغلب محصول جوامع توسعه نایافته هستند، زیرا تنها در چنین جوامعی کسانی مریدی و رعیتی را میپذیرند. آقا این ترامپ این رو، این فلسفه رو آمد و ثابت کرد که اشتباهه. اگه قبول کنیم آمریکا به اصطلاح کشور توسعه یافته ای هست، یه دفعه دیدیم دیکتاتوری مثل ترامپ آمد که حالا اون دیکتاتورهای دیگه شما قبلا نوشتید که ممکنه قبلا میفهمیدن بعدا نافهم میشن، این که از اول زندگیش نافهم بوده. در صورت ممنونم از یکایی که شما دوستان عزیز، اسم این کتاب رو مجددا نشون میدم و برای تماسشم برای به اصطلاح دریافت این کتاب میتونید با خود آقای مهران نژاد یا روی اینترنت سرچ کنید. بهشون گفتم هر وقت روی آمازون اویلیبل شد به ما هم بگن تا ما لینکشو براتون بذاریم. هنوز خبری نشده، احتمالاً هنوز اون کار رو انجام ندادن. مرسی که با ما بودید. روز روزگار بر شما